وقتی درباره زندگی معمولی حرف میزنیم، داریم درباره زندگی معمولی توی کشورهای توسعه یافته حرف میزنیم، نه توی کشورهایی که هنوز اندرخم یک کوچن که با کیا رابطه داشته باشن، با کیا قهر باشن و دشمن باشن و تحریم داشته باشن و فلان و بیسار. یه دونه ماشین خیلی خیلی جدید که توی آلمان اومده رو امروز برای تست رانندگی گرفتم. ویدیو رو تا آخر ببینین که ببینین در یک کشور نرمال مردم برای خرید ماشین چه مراحلی رو طی میکنن، چه ماشین هایی در دسترسشونه و اصلا زندگی معمولی خارج از ایران چه تفاوت هایی با زندگی معمولی ما داخل ایران داره که دغدغه اصلیمون پیدا کردن وی پی ان خوبه. امیدوارم وی پی ان تو خوب باشه، بتونین این ویدیو رو با حد اکثر کیفیت تا آخرش ببینین. ماشینی که داریم میبینین مال کمپانی نیوه که خب شاید الان اسمشون نشنیده باشین. البته این شرکت تازه کار نیست، توی 8 9 سالی میشه که تأسیس شده. این ماشین سیاه رنگ، شاسی بلندشون مدل EL7 و این سفیده که سدانه ET7. نیو یک کمپانی چند ملیتیه که خب مقر اصلیش توی چینه، ولی توی مراحل طراحی و ساخت و توسعه نرم افزار و غیرش کشورهای آلمان، آمریکا و انگلیس هم دخیل بودن. مدل ET7 به عنوان یه رقیب برای تسلا S تولید شده. فعلا از این ماشین همین دوتا مدل تو آلمان به بازار اومده، ولی از 2-3 ماه دیگه یه مدل کوچیک‌تر به اسم ET5 هم قراره که وارد بازار بشه. این ماشین تمام الکتریکه و انرژیشو از باتری های بزرگی که کف ماشین قرار گرفتن تأمین میکنه. اما ماشین های نیو یه وجه تمایز با بقیه ماشین های برقی که تا الان تولید شدن دارن، اونم اینه که باتریشون قابل تعویزه، یعنی به جای شارژ کردنشون میشه باتریشون رو عوض کرد. حالا جلوتر در مورد این موضوع بهتون کامل توضیح میدم. داخل اتاق ماشین کاملا مینیمال و مدرن و البته خیلی شیک طراحی شده، همونطوری که دارین میبینین که کاملا منو مجذوب خودش کرده. طراحی بدنه هم که خب دارین میبینین کاملا مطابق ترند خودروهای روز و البته برقی با چراغ‌های باریک جلو و نوار LED پشت و نمادهای دیگه‌ای که از دورم تو خیابون داد میزنه که این خودرو احتمالاً برقیه. از نظر فضای اتاق باید بگم که جزو راحت‌ترین ماشیناییه که واقعا من توشون تا حالا نشستم. به خاطر طول 5 متری ماشین و فاصله 3 متری چرخشون از هم فضای سرنشینای جلو خیلی زیاده و هم جای پا و فضای سر برای سرنشینای عقب خودرو. سقف مدل ET7 یه سانروف پانورامیک هم داره که البته توی مدل باز نمیشه، ولی توی مدل EL7 تا نیمه باز هم میشه. روی بدنه ماشین دوربینای متعددی به چشم میخوره که حدود 33 تا دوربین و سنسوره. بالای شیشه جلوی ماشین هم یه دونه حسگر لیداره که کل فضای جلویی و کناری رو تا حدود 500 متر براتون اسکن میکنه. با کمک همه این دوربینا اینطوری توی دیسپلی میتونین همه آبرین و ماشین‌ها و درخت‌ها و هر چیز جنبنده دیگه توی خیابون رو ببینین. داخل کابین این خودروها شباهت زیادی به هم دیگه داره. استفاده نیو از مواد بسیار با کیفیت باعث شده که کاملا داخل خودرو حس ماشین لوکس رو هم داشته باشیم. چرم و جیری که برای صندلی‌ها و برای قسمت‌های داخلی استفاده شده خودش گواه همین موضوعه. همه صندلی‌های جلو و عقب به سیستم گرم‌کن و سردکن صندلی و البته ماساژ مجهزن که خیلی خبر خوبی برای سرنشین‌های عقب خودروه. البته به همین دلیل هم صندلی‌های عقب رو نمیشه خوابون که فضای بیشتری برای صندوق عقب درست کرد. سادگی اتاق با یه دیسپلی بزرگ حدود 13 اینچی ترکیب خیلی خوبی شده که البته یه دیسپلی دیگه هم برای صفحه سرعت راننده یا پشت آمپر داریم. یه دستیار صوتی هوشمند خیلی بانمک هم توی خودرو هست که اسمش نومیه. دیزاینش خیلی باحاله. بیشتر از 200 حالت صورت هم براش طراحی شده که توی مواقع مختلف واکنش نشون میده. اما بعضی وقتا یکم رو مخ هم میره چون همش اینه بزرگتر میخواد بهتون توی رانندگی گیر بده و نصیحتتون کنه که تون نرو، این کارو نکن، حواست به رانندگیت باشه و از این جور چیزا. البته خب کافیه که توی این جور مواقع صداش کنین و بهش بگین هی نومی ساکت باش. ولی خب در کل خیلی دستیار باحالیه. سریع به صدا کردنتون توی هر شرایطی واکنششون میده و دستورتون رو اجرا میکنه. یه نمونهشو ببینین. Hey Nomi. Hi there. How are you? So glad you asked. In fact, I feel amazing. Hey Nomi. با صدا کردنش نومی آماده اجرای دستورهای شماست و تقریبا همه کاری هم ازش برمیاد. Schalte bitte die Sitzheizung ein. Okay. مهمتر از همه اینه که با کمک هوش مصنوعی این دستیار همواره در حال یادگیریه و هرچی بیشتر ازش استفاده کنین بهتر دستوراتتون رو متوجه میشه. Hey Nomi. Hallo. Schalte die Sitzheizung aus. Kein Problem.
توی اتاق ماشین خبری از داشبورد برای کمک راننده نیست و به جاش یه فضای خیلی بزرگ زیر کنسول بین راننده و سرنشین وجود داره که میشه ازش به عنوان داشبورد استفاده کرد. توی EL7 اما جایی که فضای داشبورد بوده یه جای پا تعبیه شده که با باز کردنش و خوابوندن صندلی کمک راننده میتونین کاملا حس یه فرست کلاس بوینگ 747 رو توی اتوبان تجربه کنین. این فضا فقط مختص خودروی شاسی بلنده و توی ET7 وجود نداره. هر 4 تا در ماشین هم سیستم وکیوم دارن که وقتی شما در رو میبندین خودش مرحله آخر رو به عهده میگیره و در رو کامل میبنده. سیستم دنده ماشین رو هم که میبینین کلید پارکش کنارش قرار گرفته، برای حرکت کافی اون رو به سمت خودمون بکشیم و برای دنده عقب هم به سمت جلو. اما یه دیسپلی دیگه هم توی ماشین هست و اونم برای سرنشین‌های عقبه که میتونن توش موسیقی رو کنترل کنن، تهویه رو تنظیم کنن و تنظیمات مربوط به صندلی و گرمکنش و ماساژش و غیره رو انجام بدن. خوبی این ماشین اینه که تقریبا همه مدل‌هاش فول آپشنه و فقط موردی مثل رنگ بدنه و رینگ و اینجور چیزا رو میشه تغییرشون داد. بقیه آپشن‌ها که خیلی هم زیادن روی همه مدل‌ها به صورت کامل وجود داره. توی این ماشینا بیشتر از 20 تا بلندگو، یعنی 23 تا بلندگو سابوفر تعبیه شده که با کمک فناوری دالبی اتموس خروجی 1000 واتی داره و تجربه فوق‌العاده‌ای رو از موسیقی برای سرنشیناش رقم میزنه. 4 تا حالت رانندگی توی این ماشین هست که شتاب خودرو رو از 3.8 تا 13 ثانیه تغییر میده. حالت اسپورت، اسپورت پلاس، راحت و کم مصرف یا اکو که البته خب یه سری حالت‌های دیگه هم هستن، مثلا حالت برف و حالت صحرا یا همون شن، حالت رانندگی توی بارون و حتی حالت کشیدن یه وسیله دیگه. ولی خب اصلی ها همون 4 تایی هستن که اول گفتن. با تغییر هر کدوم از این حالت‌ها موارد مختلفی مثل سفتی فرمون یا میزان مصرف باتری تغییر می‌کنه. ترمز هم به نسبت شتاب عالی این ماشینا عملکرد آرومی دارن و اصلا تیز نیستن، ولی کاملا حس اطمینان رو به راننده منتقل میکنن. نیروی مورد نیاز این ماشین از 2 تا پیشرانه برقی تو جلو و عقب ماشین با قدرت 652 اسب بخار و به گشت‌آور 850 نیوتن متر تامین میشه. توی این دیسپلی بسیار با کیفیت همه تنظیم‌های ماشین وجود داره. از موارد دم دستی مثل تغییر رنگ نورپردازی داخل کابین تا تنظیم ارتفاع صندلی و فرمون و محدود کردن سرعت و ارتباطات بلوتوث و وایفای و همه موارد دیگه. مثلا توی این منو میشه سیستم صوتی ماشین رو شخصی سازی کرد و تنظیم کرد. اینطوری که دارین میبینین. یه لحظه گوش کنین به صدا. توی این یکی منو تنظیمات مربوط به راه‌های ارتباطی مثل بلوتوث و وایفای یا فعال کردن شارژر بی سیم گوشی قرار داره. یه سری تنظیمات مختص رانندگی هم هست، از مود رانندگی تا موارد مربوط به دستیار رانندگی. دو دیسپلی پشت آمپر و عقب رو هم میشه از همینجا کنترلشون کرد. تنظیمات صندلی هم خیلی باحاله که همش هم روی صندلی امکان پذیره و هم روی دیسپلی. طبیعتاً میشه برای افراد مختلف خانواده هم پروفایل‌های مختلفی تعریف کرد که تنظیمات نور و صندلی و غیره براشون تغییر میکنه. اطلاعات مربوط به خود ماشین و وضعیت سلامت باتری و باد لاستیکا و غیره رو هم همه رو میشه اینجا دید. چقدر باحاله که وقتی ترمز رو فشار میدم چراغ ترمز ماشین حتی توی تصویر توی دیسپلی هم روشن میشه. تنظیمات مربوط به نورپردازی داخل و کابین هم همینجوری که دارین میبینین از اینجا کاملا قابل انجامه و میتونین هر مدلی که دوست دارین برای خودتون داخل کابین رو نورپردازی کنین. هداپ دیسپلی هم روی همه مدل‌های نیو قرار گرفته که اگر یه بار ماشینی داشته باشین که هداپ دیسپلی داشته باشه انقدر بهش وابسته میشین که دیگه بدون این آپشن احتمالاً نمیتونین با ماشینتون خیلی حال کنین، مخصوصا برای نقشه خونی همزمان با رانندگی که دیگه لازم نیست جای دیگه رو نگاه کنین و همه چی رو روی شیشه جلوی چشمتون میتونین ببینین. برسیم به باتری. هر دوتا ماشین با باتری‌های 75 و 100 کیلووات ساعتی قابل خریدارین. طبیعتاً برای ماشینی که موتورش قدرتی معادل 652 اسب بخار تولید می‌کنه، حتماً بهتره که باتری 100 کیلووات ساعتی روی ماشین باشه. با هر بار شارژ این ماشین میشه به صورت واقع‌گرایانه حدود 400 کیلومتر رانندگی کرد و بعد باید به فکر شارژ کردنش باشیم. ولی نکته جذاب داستان اینجا از راه میرسه که این خودروها توی استیشن‌های مخصوص نیو که توی آلمان در حال افزایشن امکان تعویض باتری دارن. یعنی به جای شارژ کردن باتری که برای رسیدن به 80% حدود نیم ساعت وقت میخواد، شما میتونین برین به یه دونه استیشن و باتری خالیتون رو توی 5 دقیقه به صورت کاملا اتوماتیک با یه باتری پر تعویض کنین.
برای این کار شما باید باتری رو از نیو اجاره کنین و برای باتری 100 کیلوواتی توی آلمان ماهی 290 یورو و برای 75 واتی 170 یورو ماهانه پرداخت کنین که خودش عدد نسبتاً زیادیه. اگه بخواید باتری رو بخرین هم میتونین با پرداخت حدود 20000 یورو صاحب باتریشین و دیگه این عدد ماهانه رو پرداخت نکنین. ولی وقتی باتری رو بخرین دیگه نمیتونین باتری رو تعویض کنین و فقط میتونین خودتون شارژش کنین و استفادهش کنین، چون باتری دیگه متعلق به شماست و قابل تعویض نیست. پس طرح تعویض باتری فقط مختص کسایی که باتری رو اجاره کردن. ولی خب بذارین در مورد قیمت ماشینم بهتون بگم. این ماشین رو میشه توی سه حالت گرفت، یکی نقدی یا با وام بانکی خرید که خب توی این حالت قیمت نسخه سدان تو آلمان حدود 70000 یورو که اگر رینگ بزرگتر یا رنگ خاصی بخواین قیمتش بهش اضافه میشه. قیمت مدل شاسی بلند هم 74000 یورو. اما خب خرید ماشین تو آلمان به خاطر افت قیمت بعد از 2-3 سال خیلی محبوب نیست. لیزینگ یعنی حالت اجاره به شرط تملیک محبوب تره که این ماشین فعلا لیزینگش برای اشخاص حقیقی میسر نیست و فقط برای شرکت ها امکان پذیره. اما یه حالت عالی دارن که مختص خودشونه، اونم حالت سابسکریپشن یا عضویته. یعنی چطوری؟ شما میتونین انتخاب کنین که ماشین رو ماهانه میخوان یا طولانی مدت. ماهانه خیلی گرونه، حدود ماهی 1500 یورو برای مدل سدان. ولی اگه طولانی مدت 12 تا 60 ماه رو انتخاب کنین، قیمت ماشین بین 1300 تا 1100 یورو کم میشه. یعنی مثلا 12 ماه حدود 1300 و 60 ماه حدود 1100 یورو که شامل همه مخارج تعمیرات و غیره ماشین هم میشه. توی این حالت شما فقط باید هزینه شارژ ماشین و کارواشش رو خودتون بدین و بقیهش دیگه کامل با کمپانیه. ضمن اینکه امکان دو بار تعویض رایگان باتری توی ماه هم توی این حالت براتون هست. البته توجه کنین که حدود 290 یورو هم به این قیمت ماهانه بابت اجاره باتری اضافه میشه. برای مدل EL7 یا شاسی بلند هم اجاره ماهانه حدود 1800 یورو، 12 ماه حدود 1400 و 48 ماه حدود 1250 یورو که خب بازم هزینه باتری بهشون اضافه میشه. در کل قیمت این ماشینا خیلی قیمت‌های خوبی محسوب نمیشه و با توجه به تازه کار بودن برند نیو توی آلمان احتمالاً یه مدتی طول میکشه تا توجه مشتری‌ها رو به خودش جلب کنه، چون با این قیمت‌ها میشه از مرسدس و BMW و حتی پورشه هم ماشین برقی گرفت. ولی به واقع تنه به تنه همه کمپانی معتبر و شناخته شده این ماشین میتونه رقابت کنه و قیمتش برای امکاناتش واقعاً بدم نیست. امیدوارم که به زودی کشورمون هم توی مسیر توسعه واقعی قرار بگیره و بتونیم توی سالهای آینده شبیه به بقیه مردم دنیا تو کشورمون از پیشرفت تکنولوژی بهره مند شیم. ممنونم که توی این ویدیو با من همراه بودین. لطفاً توی کامنت ها نظرتون رو درباره این مدل ویدیوها بهم بگین و بهم بگین که خوشتون میاد یا نه که بازم براتون بسازم. اگرم سوالی دارین برام بنویسین که همین توی کامنت ها بهتون جواب بدم. تا ویدیو بعدی خداحافظ همتون.